دشمنان اون هم اونقدر اذیت کردن ملت مظلوم افغان رو. حالا دوستان نادان اسلام، حالا نوبت دوستان نادان اسلام، خالفرسه های اسلام که در طول تاریخ اسلام بلا به سر اسلام بودن که دشمنان اسلام نیستن. یه شعری هست، نمیدونم شاعرش کیه، ولی مناسب حال افغانه. هر کس به طریقی دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند، بیگانه اگر میشکند ترکی نیست، از دوست بپرسید چرا میشکند. اگر کمونیست ها زور کردن به ملت افغان حقی نیست، اونها صریحا گفتن ما کمونیستیم، منکر خداییم. تو که میگی من اسلامی هستم، چرا دل ملت افغان رو میشکنی و هیزم بر آتش جنگ داخلی افغانستان میزی؟ تحلیلشون اینه که افغانستان در موقعیت خاصی در منطقه قرار داره که اگر ناآرام باشه داخل افغانستان به نفع ما و اون چی که به نفع ما باشه به نفع اسلامه. این هم شد استدلال. ننگت با نن ای حاکمان شبه اسلامی. امشب مژده بدم به برادران و خواهران عزیزم که قرار است فریادهای ما، فریادهای بهتر، فریادهای حرکت ما امشب به گوش حاکمان شبه اسلامی برسه. مژده بدم که قرار است این پیام برسه. یکی از ویژگی‌های کشورهای شبه اسلامی اینه که حاکمان کشورهای شبه اسلامی این تفکر رو القا می‌کنند که عامل اصلی بدبختی‌های ما خود ما نیستیم، عامل اصلی بدبختی‌های ما بیگانگانند. این تفکر رو برای چی القا می‌کنند؟ فواید زیادی داره. دو تا فایده رو عرض کنم. فایده اول، اگر ما فکر کنیم اینطوری که حاکمان شبه اسلام میگن، اگر ما فکر کنیم که عامل اصلی بدبختی ها و خوشبختی ها خودمون نیستیم، دیگران تعیین کننده هستن، بیگانگان تعیین کننده هستن، در اون صورت انگیزه حرکت از ما گرفته میشه. حاکمان میگن چه فایده داره چه حرکت کنی علیه من، چه قیام کنی علیه من، چه نکنی، فرقی نمیکنه، سرنوشت رو دیگران تعیین میکنن، تازه منم فرقی کسی دیگر رو بزنیش. انگیزه حرکت و قیام رو از مردم میگیرن. این فایده اول. فایده دوم اینه که بی‌لیاقتی خودشون رو در اداره امور کشور توجیه میکنن. من نمیدونم، من بلد نیستم کشور رو اداره کنم، حق من نیست. اون آقا توجیهش میکنن بی‌لیاقتیشون. چه فایده جالبی؟ اینه که هی القا میکنن که آقا بدبختی های ما، خوشبختی های ما از خودمانی، از بیگانگانه. قرآن چی میگه در این مورد؟ قرآن میفرماید سوره رعد آیه 11 صریحاً میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. میگه خدا دست نمیزنه به سرنوشت ملتی، حتی خدا دخالت نمیکنه، دست نمیزنه به سرنوشت ملتی، منتظر میمونه ببینه آیا این ملت خودش میخواد تصمیم میگیره، خودش تعیین میکنه یا نه. وقتی که حرکت کرد، من حرکت از تو برکت از من. صریحاً آیه 11 از سوره رعد اعلام میکند که عامل اصلی تعیین کننده برای سرنوشت هر ملتی خودمون بدن. عامل خوشبختی برای هر ملت خودمون بدن. مسبب اصلی گرفتاری های هر ملت خودمون بدن. آیه قرآن اگر مخالفی نعوذ بالله از این آیه رو بدن. ان الله لا یغیر ما بقوم. خدا سرنوشت ملت رو تغییر نمیده تا زمانی که حتی یغیر ما به انفسهم، تا زمانی که خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنن، نه بیگانگان، خودشون. به انفسهم آیه قرآن فرمانده تاکید میکنه به انفسهم، خودشون، نه بیگانگان، نه اون چیزی که حاکمان شبه اسلامی قرنها که القا میکنن. قرنها در قرن گذشته همین کار رو کردن. هر جا اتفاق می افتاد می گفتن کار کار انگلیسه. این که سر زبون ها افتاده بود که هر جا هر مسئله پیش میاد کار کار انگلیسه، فرق می کنه چه مسئله خوب چه مسئله بد. این تفکر که القا میشه که هر چه اتفاق می افته کار کار یه شخص دیگه است، یه کشور دیگه است، این باعث میشه که همچنان مردم بکنن آقا ما هیچ کاری نمی کنیم، ما کاری نمی کنیم،
بکنیم ما نمیتونیم سرنوشت خودمون تعیین کنیم دیگران هم چه تصمیم میگیرن تا جایی رسید که من از کسی شنیدم که گفت کنترل کننده جهان انگلیسه روز بعثت روز نگفتن به شرکه نگو کنترل کننده جهان انگلیسه کنترل کننده جهان خدا فقط خدا دیروز میگفتن کنترل کننده جهان خدا کنترل کننده جهان انگلیس امروز میگویند روسیه و چین و آمریکا نه خیر قرآن میفرماید کنترل کننده جهان خدا و تعیین کننده سرنوشت هر ملت خودمون ملته یک صلوات بر محمد من نمیدونم دستم از همسیر آسینم به شوری دیدنم من نمیدونم دستم از همسیر آسینم حاکمان شبه اسلامی که میگن من نمیدونم دستم از همسیر آسینم من حاکم شبه اسلامی بیتون خان مسلمین و حیر و حیر و حیر تفسیر روسیه من حاکم شبه اسلامی در زندانهای کشورم شکنجه میشود تفسیر چینه من حاکم شبه اسلامی به خاطر درک غلطم از اسلام به زنان ظلم می کنم تفسیر آمریکا آیه قرآن می فرماید تفسیر خودتون آیه قرآن می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم یعنی اگر خوشبختی خودتون خوشبخت کردید اگر بدبختی خودتون بدبخت کردید ملت افغان باید بدونه که خودش باید تعیین کننده سرنوشت خودش باشه نه بیگانگان اون بیگانه چه غیر اسلامی باشه چه شبه اسلامی باشه خودش باید تعیین کنه آیه قرآن می فرماید خودتون مسبب اصلی هستید البته من منکر تاثیر دخالت بیگانگان نیستم بیگانگان دخالت میکنن تاثیر هم داره اما آیه قرآن خواهد بفرمود که مسبب اصلی و تعیین کننده سرنوشت خودتون خودتون هر چه فریاد دارید بر سر خودتون بکشید نه دخالت صلوات بر محمد یه زن و شوهری که با هم تازه ازدواج میکنن معمولاً اگر نخسته باشن تجربه نداشته باشن یه جوری با هم برخورد میکنن که دیگران اقوام در کارشون دخالت میکنن اما اگر خودشون بدونن که زن و شوهر چطور با هم برخورد کنن دیگران اجازه نمیدن به خودشون که دخالتی بکنن شما از همه بهتر میدونید اگر خود ما کاری بکنیم چرا صرف ندیم کسی دخالت میتونه بکنه در کار ما حتی دخالت بیگانگان در کار ما هم دلیل بر بی‌لیاقتی ما دخالت اقوام در کار زن و شوهر دلیل بر بی‌لیاقتی اون زن و شوهره که طوری با هم برخورد نکردن که دیگران اجازه دخالت ندن چرا صرف کردن از همدیگه بد گفتن جلوی اقوام دیگران هم دنیا دخالت میکنن حتی اگر راست باشد که همه گرفتاری های یک کشور شبه اسلامی از بیگانگانه حتی اگر فرض کنید که راست باشد که نیست بر اساس قرآن قرآن نیست ولی اگر فرض کنید که باشد باز این سوال پیش میاد که آقای حاکم شبه اسلامی باز هم لیاقتی که چراغ سبز رو دادی که اونها دخالت میکنن اگر تو لیاقت داشتی کاری میکردی که دخالت نکنن یا اون جایی که میگه من اطلاع ندارم که ظلم شده در کشورم اگر واقعا هم راست بگه که اطلاع نداشته آقای شاه حاکم شبه اسلامی اگر اطلاع نداری که در کشورتون دور میشود برو کنار بی‌لیاقتی دستگاه خبررسانی ناقصه